به هیچ کس اجازه نده امید آدم تو جوونه مثل پروانه میمونه میره این و میره اون و روی هر گل میزنه خبر از فردا نداره که واسش پیری میاره زندگی مثل بهاره گاهی صاف و گاهی میباره خدا نکنه یه روز پیر بشی عیده خدا نکنه یه روز پیر بشی عیده دیگه از زندگی سیر بشی عیده دیگه از زندگی سیر بشی عیده خدا نکنه یه روز پیر بشی عیده خدا نکنه یه روز پیر بشی عیده دیگه از زندگی سیر بشی عیده خدا نکنه یه روز پیر بشی عیده خدا نکنه یه روز پیر بشی عیده دیگه از زندگی سیر بشی عیده دیگه از زندگی سیر بشی عیده خدا نکنه یه روز پیر بشی عیده خدا نکنه دور نداشته باشی میبرنتون توی بازداشتگاه کشته میشی. آیا مدارس دخترونه رو توش گازهای سمی میریزن که سعی کنن مدارس دخترونه رو تعطیل کنن؟ به خانومها اجازه خواندن نمیدن؟ چی کار میخوان بکنن که دیگه از این وضع که هستش، یعنی طالبان چی کار میکنه که اینا نمیکنن؟ یک. دو، کسانی که میگید که ما بریم رای بدیم به جلیلی، به پزشکیان که تغییری در اوضاع ایجاد بشه، مگه شماها نیستین که میگید ما رفراندوم میخوایم؟ آقا این بهترین فرصت برای رفراندوم دیگه. چه رفراندومی میخوایم وقتی 100% مردم برن رای ندن؟ 100% هم حالا که نمیشه هیچ وقت، اگرم بشه اینا اعلام نمیکنن. 70% 80%، یعنی این نه به جمهوری اسلامی دیگه، این دیگه راحت ترین و ساده ترینه. من 100% اول بگم، من 100% با رأی دادن به انتخابات در جمهوری اسلامی مخالفم. هر چند باری هم که در این جمهوری اسلامی رأی گیری شده، عده‌ای هم برای خاتمی، برای موسوی، برای بقیه، هر کی فکر کردن اوضاع بهتر میشه بدتر شد. خودشونم نه آقای موسوی نه حتی احمدی نژاد هم در انتخابات شرکت نکردن. من نمیدونم کسایی که در انتخابات شرکت میکنن دلیلشون چیه، ولی یک نکته ای رو دلم میخواد بهتون بگم. تصاویری که از
صندوق‌های رأی در خارج از کشور پخش شد، بعضیاش واقعا شرم‌آور بود. یعنی اپوزیسیونی در خارج از کشور نشون داده شد، یک اپوزیسیون لومپن، فحاش، حتی در مواردی دیدیم که درگیری‌های فیزیکی انجام شد، که این نشانی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیست. واقعیت اینه که عده‌ای که این کارها را می‌کنند، اگر اون موقعی که خیلی از همین آدم‌ها شعار می‌دادن سبزی پلو فلان فلان، مردم نمی‌خندیدن بهشون، کار به اینجا نمی‌رسید که پیرمردی پیرزنی رو به هر علتی که من اصلاً موافق نیستم نباید رأی بدن، اینو باز هم میگم یه موقع سوء تفاهمی نشه، ولی به هر علتی دارن رأی میدن، وظیفه اپوزیسیون هم 100% اینه که جلوی این صندوق‌های رأی بیسته، شعار بده. ولی اگر این ویدئوهایی که پخش میشه فوش خار و مادر میدن به بقیه کسایی که دارن میرن و تصویر زشتی از ما، که تعدادشون هم کمه بهتون بگم، در تمام این تظاهراتی که دیدیم 5 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 2 نفر بودن که این کارا رو کردن، که من معتقدم که اینها به سرکردگی یکی از عوامل جمهوری اسلامی که اینا رو تحریک میکنه این کارا میکنن. متاسفم که خودشونو وابسته به سامانه های پادشاهی و سلطنت طلب و غیره نشون میدن، برای اینکه چهره خیلی زشتی نشون میدن از ما. تعداد اینها بسیار کمه. خیلی از کسانی که رفتن جلوی این صندوق ها با احترام وایساده بودن، تظاهراتشون رو میکردن، فحاشی و برخورد فیزیکی و فوش های خار و مادر به اینها دادن در شأن یک ایرانی که سعدی داره، حافظ داره، مولانا داره. میگن آقا اینا بچه هاشون کشته شده، اینا پدراشون کشته، مادر اینا، نه، اینا یک، من قبول نمی کنم اینایی که میرن این حرکاتو میکنن فرزند کسی باشن که برای آزادی خودش رو به کشتن داده. اینها رو من نمیپذیرم. متاسفانه این موارد رو بعضی از آدمهای حسابی هم بازنشر میکنن در شبکه‌های اجتماعی، که باعث تأسفه. انقدر این جریان سر صدا کرد که حتی شاهزاده رضا پهلوی هم در مورد اینها در مصاحبه‌ای که با صدای آمریکا کرد توضیحاتی داد. دلم میخواد این بخشی از این مصاحبه رو براتون پخش کنم. اگر احیانا کسانی هستن که فکر کردن که خب اینا دارن کار درستی میکنن و ویدیوهاشون رو پخش کردن و طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، سخنهای شاهزاده گوش بدن. خواهش میکنم ازتون نگاه کنید. حتما در جریان هستید که در جریان همین رأی‌گیری سفارتخانه ها یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی تلاش کردن که صندوق های رأی رو در آمریکا در نقاط مختلف یا در کشورهای دیگر در اروپا و اینا برقرار بکنن. ایرانی های مخالف هم رفتن جلوی اون حوزه ها حضور پیدا کردن، اعتراض خودشون رو نشون دادن. در بعضی موارد ویدیوهای منتشر شد که رفتارها کم تند و خشونت آمیز بوده با افرادی که شرکت کرده بودن در این رأی گیری. واکنش خود شما چه هست وقتی این تصاویر میبینید؟ برای اینکه در جمهوری اسلامی از این قضیه استفاده کردن که بگن ببینید مخالفان این اپوزیسیونی که میگن افرادی هستند که میرن رأی دهنده رو مرعوب میکنن به اصطلاح. بله، اون هم جزو خطوط قرمز اخلاقی و در واقع رفتاری است که بهش اعتقاد دارم. وقتی من میگم نافرمانی مدنی و خشونت پرهیز، یعنی هر نوع خشونتی، هر نوع تهدید جانی، هر نوع عملکرد زشت و زننده از نوع حتاکی یا فحاشی یا یه برخوردی که، پس فرق ما با اینا چیه؟ این رو من همیشه متذکر شدم و اگر کسانی هستن که متاسفانه دست به این کار میزنن، قطعا یه چیزی که من شخصا محکوم میکنم و فکر کنم این خطکشی رو باز کاملا مشخص بیان کرد در ارتباط با کسانی که به این شکل بسیار زننده و یا رادیکال برخورد میکنن، این منش و رفتار یک جامعه مدرن و در واقع متمدن نیست و نمیتونه باشه و فکر کنم اکثریت جامعه ما علارغم هر انگیزه و دید سیاسی که داشته باشن این رفتار رو انجام نمیدن. فقط بعضی از گروهای اکستریم هستن که متاسفانه این کارو میکنن. البته نبایستم تعجب کرد که شاید به نوعی هم این مسئله ایست که خود رژیم راه اندازی میکنه و جریاناتی رو به نام این جریان یا اون جریان راه اندازی میکنن که به ظاهر میگوین ما طرفدار این یا اون هستیم، ولی در عمل این
بحران ها رو ایجاد میکنن برای که مانع یک همکاری و اتحاد بیشتری بشن بین مخالفین به خود نظام. اون رو هم نباید تعجب بکنیم. ولی به هر سال در پاسخ سوالتون، قطعا این چیزیست که به هیچ عنوان شایسته نیست و بایستی نشون بدیم که علارغم اینکه مخالف نظام هستیم ولی به شکل متمدنانه و به شکل غیر تهدیدآمیز یا با فحاشی یا با حرکت‌های غیر قابل دفاع از نظر زننده بودن، قطعا اون رو بایست محکوم کرد. من قطعا این کار رو بارها گفتم، بازم تاکید میکنم و از سایر همیهنانم درخواست میکنم که اونها نیز مشخصا محکوم بکنن این نوع رفتارهای ناشایسته رو در هر جا که باشه. همونطور که شما گفتید، گزارشم که ما دریافت کردیم اکثریت قریب به اتفاق خیلی با رعایت احترام در واقع اعتراض خشم خودشون در واقع واکنش نشان دادن. مواردی هم بوده همونطور که صحبت کردیم که ناخوشایند بوده. قسم به فقر که حلال رنگ ایمان است، قسم به نان که میان حروف انسان است، قسم به سگ که نمی ترسد از وفاداری، قسم به مرد که تا بوق سگ بینان است، پی نان است، قسم به درد که از هر طرف که میبینیش یکیست، خیره از آن سان که حال نادان است. درد رو از هر طرف بخونین، درد نادان هم از هر طرف بخونین نادانه. قسم به مردم نادان که با کمال قصور خیال میکند از پیروان لقمان است. قسم به خون که روان است سوی نیشابور، قسم به چشم که سوغات فتح کرمان است، قسم به گندم ری گرچه مدتی است مدید، خراج خاصه دولت سرای تهران است، بقای سلطنت هیچ کس نمی بینم مگر خدا که به ذات از قدیم سلطان است. حسین جنتی. عرضم به حضورتون که بذارید حالا از انسانهایی که با علم و آگاهی و ادب سخن میگویند نمونه‌ای براتون بیارم از آقای علیزاده، ببینید راجع به مسائل چه نظری داره. چرا میترسین از حقیقت؟ برنامه تلویزیون نگاه کنی همش تو گل و بلبل داریم زندگی می‌کنیم. من این ملت گرسنه از کجا صادر میشن به ایران؟ یا در ایران به وجود میان؟ بعدش رو تا نبینیم، تا نگیم درست نمیشه که. چرا باید یه کارگردان در کشور خودش محروم باشه برای فیلم سازی؟ ناراحتین خود توجه کنین. چرا من میکنین؟ چرا جلوشو میگیرین؟ فیلم ساز وقتی که جامعهشو نگاه میکنه همه زاویه جامعهشو نگاه میکنه. میتونن درد تهران نشون میدن. اگه خیلی ناراحتید نذارید تهران درد بکشه. چرا فیلمشو سانسور میکنین؟ در مورد جنگ ما همیشه فیلمایی بسازیم که ما خیلی پیروز بودیم. چرا انقدر کشته دادیم؟ شرایط اقتصادی بعد، شرایط اجتماعی سیاسی یه جوری است که مهاجرت زیاده. کسایی که حیف که میرن و میدونیم که بر نمیگردن. هیچ جای دنیا از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی برای ما دلشون نسوخته. آثار هنری که دولت روش دست داره همه سیاست زده است. انگار که مخاطب یه آدم احمقی اونجا نشسته و فقط همش باید بهش یاد ده. امید روزی که تصمیمات دولتی با نگاه هنری انقدر تقابل نداشته باشه. البته من امیدی به این قضیه ندارم. یه نفری که صلاحیت نداره اونجا تصمیم بگیره که من و شما چی گوش کنیم. وزارت فرهنگ هنر ایران اصلا نمیتونه مدعی باشه که من فرهنگ هنر این کشور رو دارم حفظ میکنم. بریم رادیو تلویزیون روشن کنیم ببینیم چقدر هویت ما درش هست. نیست. نگاه رادیو تلویزیون یک نگاه مخرب نسبت به موسیقی است. اصلا بی هویته. درد روشنفکری که یک جایگاهی میرسیم فکر کنیم باید در همه موارد نظر بدیم و نظرمون درسته. این در رجال سیاسی ما. میدونستید پسر خمینی داماد امام موسی صدر لبنانیه؟ نوه خمینی عروس آیت الله سیستانی نجفه. حسن خمینی داماد بجنوردیه. لاریجانی داماد مطهریه. مطهری داماد برادر علی خامنه‌ایه. تاجزاده داماد محتشمی پوره. محتشمی پور باجناق خاتمیه. همسر سید محمد خاتمی خواهرزاده امام موسی صدر، خواهرزاده محمد خاتمی داماد رفسنجانیه، محمد رضا خاتمی همسر زهرا اشراقیه، نوه دختری خمینی همین زهرا اشراقی، مهاجرانی داماد کدیوره، کدیور داماد ناطق نوریه، پسر لاهوتی داماد رفسنجانیه، ری شهری داماد مشکینیه،
قالیباف خواهرزاده همسر رهبره، چه اصلا یک اوضاع در همه، یعنی هیچ کدوم از سران حکومت مستقل نیستن، یه جوری به یه جایی وصلن اینا 100%، شک نکنین. اما اینکه من میگم من مخالف رأی دادن هستم 100%، و این امیدی که برای پزشکیان آوردن در جمهوری اسلامی به بعضی مردم به هر دلیلی آگاه یا ناآگاه میرن رأی میدن که شاید تغییر کنه، آقا پزشکیان دیگه تهمونده اصلاح طلب هست، یعنی دیگه از این پایین تر ندارن دیگه، تموم شد. اینم کسیه که خودش از اون حزب اللهی هایی بوده که تغییر شکل داده. الان نگاه کنین خودش در جوانی برای دانشکده پزشکی چجوری چه عملی انجام داده و چگونه دخترها رو دیگه راه ندادن برای سالن تشریح. نگاه کنین اجازه نمیدادیم تو دانشگاه اعتقاد ما رو اینا بتونن زیر سوال ببرن یا مثلا باورهای ما رو نادیده بگیرن. تو این جریاناتی که تو دانشگاه بود، ما دانشجو که بودیم یادم رفتم مثلا سال 2-3 بودیم که رفتیم بخش زنان، خب اینجا دیدیم مثلا معاینه که از زنا و مثلا اینا میان معاینه میکنن از نظر اعتقادی برای من قابل قبول نبود، یعنی مثلا گفتنش هم برام الان نمیتونم بگم چیکار میکردیم. ما دیگه اونجا چون مسئول بودیم گفتیم دیگه دانشجو حق ندارن برن اونجا، شکایت کردن، دعوا کردن، رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، همه اومدن میگفتن نذار. چون اون موقع تو دانشگاه دیگه انقلاب که شده بود ما همه کاره بودیم دیگه، نمیذاشتیم این کارو بکنن. ما رو گفتن پیش امام جمعه، مثلا اون موقع نماینده مقام از رهبری هم بود، رئیس دانشگاه هم بود، رئیس دانشکده هم بود، هنوز دانشگاه هستم تو دانش، هر کاری کردن نشد، گفتم بریم پیش امام جمعه، گفتن خب بریم. ما رو بردن خدمت آیت الله ملکوتی بود، تازه اومد تشریف آورده بودن، آیت الله مدنی شهید شده بودن، امام ایشونو فرستاده بود اینجا. بعد رئیس دانشگاه معاون آموزش گفت ما اینجوری آموزش میدیم و اینا از شهری درسته یا غلطه، گفتن خب اشکال نداره. رئیس دانشگاه گفت، رئیس دانشگاه گفت، رهبر گفت، گفتم درسته، گفت آقا این میگه نه نمیشه. حاج آقا به ما یه نگاهی کرد گفت خب مثلا پسرم تو چی میگی؟ خب جوان بودیم میگم سال 3 دانشگاه بودیم، گفتم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، خدا رحمتش کنه، گفت تو شیر پاک اینجوری کرد، گفت تو این شیر هر چی این میگه برید عمل کنید. اما خیلی از این شبکه‌های اجتماعی و بعضی هم از تلویزیون‌ها فقط دارن بقیه رو سرگرم میکنن مردم رو که بتونن بقیه جیبشون رو بزنن. یک کلیپی چیز میزا گذاشته خیلی جالبه، یه نگاه بکنید به این کلیپ، خیلی حقایق پشتشه. حکایت است روزی مردی از میان الافسار شهر طهوران می گذشت که ناگه شغالی را دید که با کفتاری درآمیخته و سخت مشغول مشاجره و مناظره است. مرد درگیر تماشای این صحنه بود که کلاغی به درون کاد پرید. برا چه شده ای برادر؟ آنجا را ببین، شغال کفتار با هم جلاویز شده اد. ای نادان، تو مشغول تماشای آنها بودی، روباه آمد و توشت را دزدید. آه ای تو روحت روباه فریبکار، ای کلاغ آقا، از این داستان شغال کفتار را چه حاصل؟ روباه غذایت را دزدید و خورد و جان گرفت، شغال کفتار هم کمی نرمش کردن تا بدنشان را گرم کنند. همین که جلوتر رفتی، هر سه بر تو حمله آورن و تو را بخورن. ای کلاب دانا، تو را چه سود که نقشی ایشان بر من برملا بکنی؟ در همان لحظه شغال، کفتار و روباه هر سه بر مرد حمله بردند. کلاب در جواب مرد گفت آنها کیسه زر تو را به من وعده دادند تا تو را از رفتت باز دارم ای احمق. و این گونه بود که مرد به سختی خورده شد. نزدیک انتخابات میشه و در دوران انتخابات حکومت صادراتی، میگن یه موقعی میگفتن میوه‌های صادراتی، میوه‌های خوشگل اینا رو میدادن خارج، حکومت صادراتی میشه، نه گشت ارشادی هست، نه بگیر و ببندی هست، کنسرت ها زیاده، نمیدونم حجاب دیگه مهم نیست. یک حرکت عجیبی هم که کردن، یک خواننده به نام داملا، خواننده معروف اهل باکوه، که دعوتش کردن بیاد برنامه اجرا بکنه در جمهوری اسلامی. این خانم هم اومده با اون حجابش و فلا اینا برنامه اجرا کرده و برنامهش هم اجرا شده. بعد یه اطلاعیه دادن، گفتن داملا یا داملا خواننده معروف اهل باکو در چند روز اخیر با سفر به ایران و اجرای برنامه بدون در نظر گرفتن قوانین جمهوری. آقا خواننده زن ممنوعه، یعنی چی بدون در نظر گرفتن؟ برای چی دعوتش کردیم؟ پس
بدون در نظر گرفتن قوانین جمهوری اسلامی ایران و هنجار شکنی و ظاهر شدن در ملأ عام، یعنی بعد میرفته قایم میشد یه وقتی دعوتش کردن، موجبات جریحه دار شدن عفت عمومی و گلایه مندی شهروندان فراهم کرده. آقا اونا که رفتن کنسرتش حال کردن، اونا خیلی گلایه مندن. آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل گفته احترام به ارزش‌ها و قوانین هر کشور توسط اتباع خارجی جزء اصول مسلم است. این تبع آذربایجانی معروف از حسن نظر و اعتماد ایران در ورود و مهمان نوازی سوء استفاده کرده و با نقض قوانین و زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و نادیده گرفتن فرهنگ اسلامی موجبات جریحه دار شدن عفت عمومی و ترویج فساد فراهم آورده. بریم نگاهش کنیم کیه این. بریم امشب این هفته هم ببینیم که آقای قلی و پدر مادرش میرن دم یکی از حوزه‌های رأی‌گیری ببینن چه خبره. گزارشگر شروع میکنه به مصاحبه باشون و وقتی که یکی دو نفر هم حرفایی میزنن که ما رأی نمیدیم، نیروهای انتظامی صدا میکنن که اونا رو بگیرن و خلاصه بعدم صدا میکنه میگه هر کی اعتراض داره بیاد اینجا صحبت کنه. بریم ادامه ماجرا رو ببینیم. بعدش هم گفتش که هر کی میخواد حرف بزنه اعتراض بکنه راحت باشه بیاد پشت سر من صف بکشه. آقا هر کی تو کوچه بودش رفتش پشت گزارشی از صف کشید، گزارشگر هم میکروفون روشن کرد رو به دوربین پشت به جمعیت اشاره کرد، به جمعیت پشت سرش نعره زد گفت ای دشمنان ایران، ای خود فروخته ها، ای آنانی که می گفتید مردم نمی آیند، ببینید که چطور مردم برای حمایت از جنابان مسئول آمدند، ببینید این جمعیت حماسه ساز حماسه آفرین را عبرت بگیرید و این مشت محکم تو دهانتان نوش جانتان. محمد محمدی خبرنگار واحد مرکزی خبر شعبه اخذ آرا کات. بعدش هم آقا برگشت به ما که انگوش به دهن بوده میگفت خب دستتون درد نکنه برید خونه هاتون. آقا به پلیسی که اونجا بودم اشاره کردش، مختار باقال نشون داد گفتش که سرکار پلیس آقا این آقا اختشاش شد داشتش حرفای ضد چیز میز میزدش. آقا مختار باقال رو دست بزدم بوده. نه بابا آره، یعنی آزادی بیانم در حد همون هشتگ شونزی زده بودم بودم. نتیجه این چه آقا درد بی درمون گرفتیم. چطور؟ گیر افتادم دیگه، بد جور گیر افتادم. ببین رنگ نمیدیم، یه چوبم دارم میارن از اون قبلی ها بدتر میزنه دهن اونو صاف میکنه. علب العقده یه عمر خودش و خاندانش داره از مردم میگیره، میریم رنگ میدیم که یه نفر کمتر دهنمونو آسفالت کنه، نه که نکنه ها، کمتر کنه. میگن آه شما عاشق چش ابروی ما دارد از ما حمایت میکنید و جنا نمیومدین چه رأی بدین. بعدش میرن با رأی ما پوز میدن
میگن حرف میزنیم، اعتراض میکنیم، میام میزنن تو سرمون، هیچی نمیگیم باز میزنن تو سرمون، از مملکت فرار میکنیم، میفتن دنبالمون، میمونیم همینجا، جرمون میدن پاره میکنن، ابل فرضی ما دیشی نمیتونیم چیکار کنیم، زورمون به اینا نمیرسه ولی به همدیگه میرسه، همدیگه رو پاره میکنیم. آلا باش باش واسالم، ما میشینیم تو خونمون باید بگیم بخندیم خوش بگذرونیم، جناب مسئول نگی تمام مدت همدیگه رو پاره کنیم تو رو فش بدیم، به خدا خسته شدیم از بس این مسکر بازی رو تشرار شدن، از اینکه هر کی رفت هر کی اومد هر کار کردن هر کار کردیم باز بدبختر شدیم. بیچاره ما مردم ایران، به خدا دیگه اصلا نمیدونیم چه کاری برامون بهتره همون کار بکنم، حتی نمیدونیم این جماعت برای فردای ما چه خوابی دیدن، خسته شدیم از دست، هیچ اتفاق خوبی برامون نیفتاد، روزهای زندگیمون تموم شد، خسته شدیم، نمیفهمی که خستگی رو چون اصلا کار نمیکنی که خسته بشی، خسته شدیم ما. شما هم که قرار رئیس جمهور بعدی بشی، من تا این لحظه که این انشار میکنم اصلا نمیدونم چی هستی، ولی پیشا پیش میگم داش باش و با به تو هم امیدی نیست، یعنی اصلا هیچ چیزی به نام امید برای ما نموده، همش گفله گفله، چه یه عمرو داریم تجربتون میکنم، چی همه دون مثل هم، تو هم مثل بقیه تمام. با ریسیورهای خود کلنجار نروید، جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. آرش باقری هستم در برنامه این روزها. آن روز که عمر خر به سر می آید، دلخوش نکنی که گاو نر می آید، تا که در این طویله باز است هنوز، این خر برود خر دیگر می آید. این کلیپ معروف خامنه ای که چند سال پیش راجع به انتخابات در یک کشور دیگه ای گفته بود که 40% بیشتر اینا رأی نمیارن، چجوری میگن ما فلان، خودش امروز اومد اعتراف کرد که ما زیر 40% هم داریم رأی دهندگان، ولی درست میشود، ولی اینو باید همیشه دید که خودش در مورد خودش ببین چی گفته. ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت می‌کنن. ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. مصاحبه کرده بودن با بعضی از شهروندان آمریکایی قبل از همین انتخابات اخیرشون، به کی رأی میدید؟ گفت بودن چه فایده، چه فرقی میکنه؟ به هیچ. همینجوری هم شد. عملا 30% مثلا فرض کنید که شرکت کرد. سید، اون موقع که این حرفو میزنی فکر نمیکردی واسه خودت اتفاق بیفته؟ ابلیس از آسمان ستاره به یغما میبرد، اما در این آسمان زخمی جای خالی ستاره ها همچنان میدرخشد. آقا اصولگلا و اصلاح طلب هیچ فرقی نمی کنن، تموم ماجرا خودشون هم می دونن، از زبان خودشون بشنویم، نگاه کنیم. دقیقا شبیه هم هستن، فقط یکی در این موضعی که در اون موضع. من یه تعبیری داشتم گفتم آقای پزشکیان آقای جلیلی اصلاح طلب هاست، چون ما باید الان دل خوش بکنی به این که مثلا این آقا بیاد کاری میکنه. من در داخل چارچوب نظام حرکت خواهم، من تابع منویات رهبری هستم، من سرباز، من احساس میکنم داره به اعتماد ملت خیانت. آقا پزشکیان و جلیلی نداره، این مهمترین لحظه ایست که شما میتونین در رفراندوم جمهوری اسلامی در حقیقت شرکت کنین، وقتی این آرای کسایی که رأی ندادن بیشتر از 70-80% بشه دیگه خودش رفراندومه دیگه. آقا هی نگید ما بریم رأی بدیم شاید این از اون بهتر باشه یا بد از بدتر بهتره. پیرمرد
رأی خودش رو تو صندوق میندازه، از متصدی صندوق میپرسه آیا همسر من اومده رأی داده، اسمش زهرا محمدی با شماره ملی فلانه. متصدی به لیست اسامی نگاه میکنه میگه بله اومده و رأی داده، مگه شما جدا شدین؟ پیرمرد میگه نه 15 سال پیش مرده، ولی تو انتخابات قبلی هم زودتر از من اومده بود رأیش انداخته بود، من ندیدمش. بریم محمد عمرانی رو ببینیم، هنرمندی که این روزها با مردمش همسازه. یه کیک بزرگ رو میز هست، یه نفر سمت راست میز نشسته، یه نفر هم سمت چپ. اینا برای اینکه دعواشون نشه سر کیک به یه سکه احتیاج دارن که شیریاخت کنن. شیریاخت میکنن، اگه شیر اومد مال سمت راستی، اگه خط اومد کل این کیک مال سمت چپی و رفقاش. خب گیر سکم چیزی میاد؟ 45 سال ما داریم نقش سکه رو بازی میکنیم. محسن رفیق دوست یکی از اولین دزدان بزرگ در جمهوری اسلامی که سال 74 تو اختلاس 123 میلیارد تومانی دست داشت. مرتضی رفیق دوست متهم ردیف دو پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات، برادر محسن رفیق دوست بود و به کمک همدیگه این اختلاس بزرگ رو انجام دادن که این ماجرا اگه یادتون باشه منجر به اعدام فاضل خداداد بود. بعد وقت واسطه‌ای که بین اینا این کارا رو میکرد ماجرا رو هم خوابوندن که بعد از اون میلیارد اختلاس ها شروع شد. اما همین آدم با لبخند نشست جلوی دوربین راجع به کشتار سران جمهوری اسلامی در ته سالهای گذشته با لبخند ببینین چی گفت. من همون سال 58 که دادگاه انقلاب مرتباً هر یکی دو ماهی 10-15 نفر محکوم به اعدام میکردن و اعدام میشدن، رفتم لیبی. قذافی گفتش که شما مگه حکومت بلد نیستین؟ این چه کاریه؟ هر یکی دو ماهی 10-15 نفر اعدام میکنید، دنیا شروع میکنه برایتون فحش دادن. من یه شب 6000 نفر کشتم، خلاص. یاد گرفتش دیگه. اتیوپی 54 میلیون و سودان 42 میلیون گاو داره، ولی از کشورهای فقیر دنیا. هلند 11 میلیون گاو داره ولی شیر و لبنیات جهان رو تأمین میکنه. مشکل گاوا نیستن ها، مشکل گاوایی هن که اقتصاد رو اداره میکنن. میگن اقتصاد ضعیف تنها دو عامل داره، یا حاکمان احمقن یا احمقا حاکمن. جنگ و خوشسالی و تحریم بهانه است. خانومی میشینه در تلویزیون راجع به حجاب، کسانی که کم حجاب و بی حجاب میان، فرمان صادر میکنه، میگه وقتی شما میان اگر کسی بهتون تجاوز کرد، بردنتون تو ون ارشاد تجاوز کردن، بردن توی زندان تجاوز کردن یا هر جای دیگه، خب تقصیر اونا نیست، تحریک شدن دیگه، عیب نداره. نگاه کنین اولینو. من یه بار تو جمع دختره عزیزم گفتم دختر نازنینم، اگر به خودت حق میدی که بدون حجاب و محرک وارد فضای اجتماع بشی با اون پسری که دارای غریزه است و خدا این غریزه رو اگر نبود که اصلا ازدواج و زوجیت و اینا شکل نمیگرفت، قرار داده اگر تحریک شد آمد سمت تو و به تو تعرض کرد، توقع نداشته باش که کسی مانعت بشه. تو خواستی آزاد باشی، او هم میتوانه آزاد باشه. بعد ببینید جامعه چه جوری میشه، ببینید چه جامعه ای رو باهاش مواجه خواهیم بود. آیا این خودخواهی نیست؟ من زن بگم من آزاد باشم، ولی اون مردی که دچار قلیان و تحریکش کردم نمیتونیم بگیم چشماتونو ببندید بیاید توی جامعه. اگرم که ببخشید واکنش جسمی و روحی نداشته باشه بیماره، باید مراجعه کنه به بیمار. ما یه جامعه بیماری داریم، باید برن خودشون رو معالجه بکنن. بذارین شاکر جواب این خانم رو بده، با طنز بهتر میشه بهش توضیح داد. نگاه کنیم. بیا دختر بی حجاب و کم حجابم، بیا یه خود تنبیه ملایمت کنم. بله ملایم عوضی،
اول یه خود جریمه مالی، بعد یه خود تعهد، بعد یه خود زندان، بعد یه خود سوء پیشینه، بعد یه خود از زندگی ساقط میشی. بله شما سه تا گزینه بیشتر نداری، یا پوششتو درست میکنی یا تای زندان، یا اگه تو خیابون به تعرض شد. بله همون جور که تو میخوای آزاد باشی، مرد ایرانی هم میخواد آزاد باشه، غریزه داره. خب مرد ایرانی نمیتونه به خاطر آزادی تو کافور بخوره و چیز جنسیشو سرکوب کنه، غریزه شو. ما تازه میخوایم سانسور فیلم های ایرانی رو به روز رسانی کنیم و طبق آخرین به روز رسانی سینه سایز 70 به بالا سانسور میشه. 70 یه گلدون، 75 به بالا آباژور که برجستگی ها مشخص نشه و تدریج. آها 90 به بالا مگه هست؟ اونا فقط دیگه با ساید بای ساید جمع میشه کار، یا کل سکانس رو باید حس کرد. خوب یادم آوردید آقا، مصوب کنید فیلم های ایرانی 85 به بالا حق نداره بازی کنه. آها هنرمنده، بره هنرش رو تو رادیو نشون بده. خب ما نمیتونیم به خاطر هنرش مرد ایرانی رو تحریک کنیم. شرایط واسه هنرنماییش تو تصویر نیست، فقط صوتی حفظه. خب همه چی درست میشه، شاید امروز نه، ولی در نهایت میشه. تا دندون دارید بخندید، تا چشم دارید ببینید، تا گوش دارید گوش کنید، تا سالمید زندگی کنید، درست میشه. پایان شب سیاه سپید است. یک فیلمی من چند سال پیش پخش کردم از شاهزاده یکی از سلطان نشین های حوزه خلیج فارس، یادم نیست کدوم سلطان بود یا کدوم کشور، فکر کنم سلطان برونهی بود اگه اشتباه نکنم. کوچیک بود، یه پسر بچه‌ای مثلا 10-12 ساله بود، وقتی میاد در یک مراسم سان و میخوان دستشو ببوسن اجازه نمیده. این پسر الان بزرگ شده، در یکی از دیگه این سانها سان میدیدش. ببینید آیا تغییری پیدا کرد؟ نسل جدید همه چی رو زیر و رو خواهد کرد. دیگه امثال خمینی و آیت الله ها پیدا نمیشن که دستشون اینجوری کنن بقیه بیان ببوسن. نگاه کنید، وطن محبوب من، کم و کمتر از آنم و کمی کمترم، تا وطنم را بر کولم و بر سرم، به امترین جای جهان ببرم، دور از پوزه های خونین مسموم، دور از دست های ننگین معلوم. اما می شود غم های وطن را در قلب هزار پارم به هر جای جهان ببرم و هم نوا با آواره های وطن محبوبم مویه کنم. عرضم به حضورتون که اما افتضاحی که در انتخابات جمهوری اسلامی شد، اینقدر آرا کم، خودشون اعلام کردن 40% شرکت کردن، ولی خیلی افتضاح بدی شد در اعلام نتایج. اعلام نتایج که کردن، یک رندی متوجه شد که این آرا همشون مذربی هستن، یعنی معلومه سه برابر شدن. و اینکه امکان اینکه یه همچین اتفاقی بیفته که یه همینجوری اعداد بر سه قابل بخش بشن، یک در میلیون هم نمیشه. نگاه کنید قولی حساب کتاب کرده تو این زمینه. آقا نتایج رأی های دور اول انتخابات ما خیلی جالب بود. چرا؟ آقا رأی همه کاندیداها و حتی آرا باطل مذرب سه بود. من رفتم تحقیق کردم، دیدم این که کاملا شانسی همشون قابل تقسیم به سه باشن، شانسش یک در میلیونه. البته ما میدونیم که جنابان مسئولمون خیلی راستگو هستن، خدای نکردن عددا رو ضرب در سه نکردن، نه احتمالا مردم همشون هماهنگ کردن در دسته های ستایی رفتن رأی دادن، یا شاید هم رأی ها رو ستا ستا دستچین کردن، شاید هم وقتی خواستن بشمورن یه چیزی انداختن بالا، گفتن سلامتی سکست، زندونی و سرباز و بیکست، اینجوری ستا ستا شمردن. ایشالله که همین باشه، وگرنه اگر واقعا ضرب در سه کرده باشن، اون وقت باستی بگردیم ببینیم تو این سالا دیگه چیا رو اینجوری تو پاچمون کردن. والا ویدیویی در برنامه قبل براتون پخش کردم از یه بیخانمان خیابان خوابی که یکی میاد بهش پول بده ازش قول شرف میگیره. اول اینو ببینید. شرف رو تعریف نکنیم، این بالا ببینیم. درآمد از کجاست؟ درآمدم بازیافت جمع میکنم. میگه 200 تومن بهت میدم، ولی یه قولی باید بدی. چه قولی؟ که مواد نگیری باش. یعنی
یه مواد باش نخرم؟ نه بری غذا بخری باش. باش ممنون خدایت دادی. نمیتونم بهت قول بدم تو مرد وضع مالیم بله ممکن مواد باش بگیرم. میتونم بگم چش میرو غذا میخوا باید مواد میچشم. ایتی میگه قول بدی قولم ایتی قسمه با خداست من میفرستم. بعد از دید پخش شدن این کلیپ شخصی این شخص رو پیدا میکنه و ببینید چه اتفاقی میفته. باورتون میشه؟ نمیتونم بهت قول بدم. آبوش تو برگردم اگر چه بی بدن بودم. بعد از 20 سال میخوای بشینی پشت پیانو قولم ایتر قسمه عد با خداست من. مشخصه که خیلی پیوند عاطفی خوبی با ساز داشته قبلا. سایی هم خیلی خوبی داشتم جز بدنم مدوشم مخاطرم مستم هم خیلی خوبی شم. از برگ گل کاغذ سازم نامی شیرین اندازم. کاش به جای این همه بمب کسی کتاب بر سر خاورمیانه میریخت. آن وقت دیگر کسی برای رفتن به بهشت به جنگ نمیرفت. این مقدمه را هر وقت میگم برای گفتن کتابهای آقای ویکتوری، دو جلد کتابی که از 5 جلد چند تا دونه ای باقی مونده. زنگ بزنید 818-451-5678 و این کتاب ها رو بگیرید بخونید. به خصوص کسانی که شک کردن، میگن شک اول ایمانه. هر وقت شما شک میکنی تازه به آگاهی داری میرسی. هر وقت به محفوظات علمی که به صورت اعتقادی به شما گفته شده شک کردید، بهتره که حقیقتش رو هم بدونین. اگر میخواییم بدونین که جهان چگونه به وجود آمده، انفجار بزرگ یا بیگ بنگ چه موقع اتفاق افتاده، چگونه سیارات و کهکشان‌ها به وجود اومدن، کره زمین آیا با اون گفتاری که در کتاب‌های مذهبی است همان گونه پدید اومده، آیا انسان از بهشت از گل ساخته شده پرتش کردن رو زمین یا از یک تک سلولی در عمق دریاها و اقیانوس‌ها درست شده، چگونه انسان ها وقتی دور هم جمع شدن مذهب رو درست کردن که بتونن جامعه رو کنترل کنن، چگونه نیاز به خدا پیدا کردن و خدا رو آفریدند، نه آفریدن خدا به وسیله انسان، انسان به وسیله خدا. خیلی تفاوت باورهای اعتقادی است تا حقیقت‌های علمی. البته همیشه بارها و بارها در مصاحبه آقای ویکتوری هم عنوان شده که فرق است بین خداوند و آفریدگار. خداوند پیرمرد سپیدمویی است که در اوج آسمان ها نشسته و یه سری فرشته هم داره که مواظب ببینه کی چی کار میکنه که حساب کتابش یه روز برسه ببرتش جهنم، ولی آفریدگار اون خدا نیستش. اگر از حقیقت های علمی این موضوعات میخوایم بر متوجه بشیم و خیلی از مسائل دیگه، حتما کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی رو. کتاب پدیده های فضایی چند تا تونه بیشتر نمونده، ولی خدا دین علم هنوز یه مقداری هست که از توضیحش رو دادم که یک کتاب فروشی اینا رو برای ما اعلام کرده که دارن و میتونن بدن. در صورت 818-451-5678 این دو کتاب رو به جای 200 دلار با 80 دلار تخفیف، یعنی 120 دلار میتونین بگیرید. 80 دلار تخفیف بیشتر هم میتونه تامین هزینه پست، چون به علاوه هزینه پست دیگه از اروپا یا از کانادا اگه بخواید زنگ بزنید، چون یه ذره هزینه پستش بیشتر از آمریکاه، این 80 دلار تخفیف در حقیقت اون جریانو میپوشونه خیلی هم بیشتر. اینه که زنگ بزنید تا این دوتا کتاب به اتمام نرسیده حتما سفارش بدید. 818-451-5678
از اروپا، از کانادا، همه جای استرالیا میتونید با این شماره با واتساپ و یا به قول ما واتساپ هم تماس بگیرید. دوستداران دستگاه های جدید جیل باکس HT500، دستگاه جدید HT500 با کیفیت HD فول HD 1080 4K و بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، عربی، دری، آذری، آشوری، خیلی زبان‌های مختلف که در بخش فارسی بیشتر از 200 کانال فارسی، کانال‌هایی که از صبح تا شب فیلم‌های سینمایی به زبان فارسی، فیلم‌های سینمایی آمریکایی دوبله شده پخش می‌کنن، کانال‌هایی که سریال پخش می‌کنن 24 ساعته، سریال‌های ترکی، سریال‌های فارسی، شبکه‌های خبر، تمام شبکه‌های خبری در جیل باکس هستش که میتونین 24 ساعته خبرها رو پیگیری بکنید. کانال‌های مخصوص کودکان هستش که میتونین ازش استفاده کنین. عرضم به حضورتون که فیلم سینمایی سریال بیش از 1,000,000 ساعت داره که میتونین هر موقع هم خواستین اینا رو تماشا کنین، بقیه‌اش هم روز بعدش ببینین. فارسی، ترکی، هندی، همه چی داره. رادیوها هم میگیره، اپ هم داره، یوتیوب و نتفلیکس و اینا هم داره. ویدیوهای آموزشی دستگاه جیل باکس داره. تفاوت دستگاه جیل باکس با اپ خب خیلیه. دستگاه جیل باکس رو میگیرین، ویدیوهای آموزشی توش هست، ویدیو آموزش آشپزی، گلدوزی، نمیدونم کامپیوتر، زبان فارسی، زبان انگلیسی، همه اینا رو میتونین ازش استفاده بکنین. و از همه مهمتر به این شماره که زنگ میزنین و دستگاه رو سفارش میدین، اولا گارانتی که ارزانترین قیمت یعنی $389 قیمت خود کمپانی تهیه میکنین به علاوه هزینه پستش. بعد هم به این شماره که زنگ میزنین دستگاه رو میگیرین، هم تنظیم شده میاد، هم وارانتی داره، هم اگر بعدن کمکی سال راهنمایی بخواین، اگر از این شماره خرید کرده باشین دوباره میتونین به همین شماره زنگ بزنین. یک ویدیو هم میخوام براتون پخش بکنم از محمد فتحی که به خاطر خوندن همین ترانه بازداشت شد. خدا یار نگهدارتون و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. من میخوام مست کنم جای تو شلاق بخورم، تو موها تو وا کنی برام یا هنگ بزنی، من میخوام حبس بشم تا روز آزادی شم، تو شراب به دست میای بخونی و چنگ بزنی بخونی وقتی میای صدای پاد از همه جاده ها میاد، انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد، تا وقتی که در ما میشه لحظه دیدن میرسه، هرچی که جاده است رو زمین به سینه من میرسه. آه